اظهارات فائزه هاشمی دختر رفسنجانی که در مصاحبه با روزنامه مستقل شیشه دی از روزنامه های باند اصلاح طلب از شکست روحانی و از فروپاشی نظام سخن گفته بود انعکاس قابل توجهی در باند اصلاح طلبان پیدا کرده و مهره ها و رسانه های این جریان به اظهار نظر درباره حرفای فائزه هاشمی پرداخته و عموما اون رو تایید کردند. گزارشی در این رابطه. فائزه هاشمی در مصاحبه خود درباره فروپاشی نظام گفته بود فروپاشی محتوایی اتفاق افتاده است و تنها فروپاشی ظاهری و فیزیکی اتفاق نیفتاده است و خیلی احتمال می‌دهم که این اتفاق بیفتد. به همچنین درباره فشل بودن و شکست همه جانبه روحانی گفته بود آقای روحانی یک حرفایی می‌زنند که انگار نه انگار رئیس جمهور هستند. بخشی از اینها در حیطه کاری دولت قرار دارد. یک جوری دارند حرف میزنند انگار اپوزیسیون هستند. خودتان باید بتوانید و عمل کنید. به چه کسی انتقاد میکنید؟ فائزه هاشمی در مورد انتخابات آینده نظام و اینکه باند کارگزاران آیا کاندیدایی معرفی میکند یا اصلا در انتخابات شرکت میکند یا نه هم گفت خودم هم دچار ابهام هستم. آیا باز هم باید برویم رأی بدهیم؟ آیا باز هم فعالیت کنیم؟ چه فایده دارد که انتخاب یک چیز باشد و انتصاب ها و روش کار با این رأی سازگاری نداشته باشد؟ از سال 92 به این طرف از این رأی نتیجه عملی گرفته ایم؟ در ارتباط با این اظهارات یکی از مهره های اصلاح طلب به نام حسین قاضیان که از وی به نام استاد دانشگاه نام برده می شود طی مصاحبه ای درباره مفهوم فروپاشی که فائزه هاشمی بر آن تاکید کرده بود گفت باید اول بین فروپاشی سیاسی و فروپاشی اجتماعی تفاوتی قائل بشیم. میدونید نظم اجتماعی در جامعه ها مبتنی است بر پیوندهای افقی بین آحاد مردم که این نظم مبتنی است بر اعتماد بین فردی، اعتماد به نقش ها و اعتماد به نهادها. وقتی این نظم اجتماعی یعنی این اعتماد بین این سه سطح فرو میریزه یا ضعیف میشه یا اندک میشه اون جامعه از لحاظ اجتماعی در حال فروپاشی است و این رو در قالب خشم، اعتراض، غر زدن، نگرانی، استیصال، نومیدی، انزوا و امثال این رفتارها نشون میدیم. خب وقتی این نظم اجتماعی وجود نداشته باشه فقط نظم سیاسی یا زور عمودی است که در واقع میتونه یک جامعه رو نگه بداره و فعلا با زور دولت در واقع جامعه سر پاست. واقعیتی را که نامبرده سعی میکند با ایما و اشاره و پرهیز از به کار بردن کلمات رژیم یا نظام بیان کند یک مهره دیگر باند اصلاح طلبان صادق زیبا کلام با صراحت بیشتری بیان کرده و از آینده نامعلوم و تاریک نظام ابراز نگرانی میکند. ببینید شما اگر بیایید در جمهوری اسلامی ایران چه در شهرها چه در روستاها با یک پرسش عجیبی مواجه میشین، چه آدم ها بیدین باشن چه بادین باشن، چه تحصیل کرده باشن چه غیر تحصیل کرده باشن، فقیر غنی، با اون سوال عجیب این هستش که چی داره میشه؟ آخرش چی داره میشه؟ به کدام سمت و سو داریم میریم؟ ببینید شما اگر در ترکیه باشید، حتی اگر در افغانستان باشید، در پاکستان باشید، من هیچ کشور دیگری رو نمیشناسم که مردمش منظمن دارن این سوال رو میکنن که به کجا داریم میریم؟ چی داره میشه؟ این به نظر من در حقیقت تکمیل کننده اون چیزی هستش که جناب قاضیان فرمودند، آقای دکتر تاجیک میگن، خانم فائزه هاشمی میگن. ببینید یه حالت ناامیدی، یه حالت سرخوردگی، یه حالت استراب در جامعه وجود داره، یه حالت بلا تکلیفی. همه دارن میپرسن که چی داره میشه، به کجا داریم میریم. یعنی شما اگه دقت بکنید آدما به 6 ماه دیگه هم امیدوار نیستن، به 3 ماه دیگه هم امیدوار نیستن. این پرسش خیلی پرسش نگران کننده ایه. من اگه جای مسئولین جمهوری اسلامی ایران بودم بیش از هر چیز دیگری، بیش از این که دو مرتبه به دیما بخواد تکرار بشه، بالا سرکوب میشه، میگیرن، میبزنن، میبندن، مشکلی پیش نمیاد. ولی این فاجعه هستش که یه جامعه ای مردمانش امروز به فردا رو خیلی اعتماد نداشته باشن. اگرچه این مهرهای حکومتی از سرنوشت جامعه حرف میزنن، ناگفته پیداست که این ابهام در مورد سرنوشت نظام حاکم است که از امروز به فردایش معلوم نیست. این معنا را در سخن یکی دیگر از مهرهای این باند به نام عبدالله مؤمنی روشن‌تر می‌توان دید. او در حساب توییتر خود می‌نویسد بدون تردید وضع سیاسی امروز جامعه عادی نیست
و نمیتواند ادامه پیدا کند. گفتمان اعتدال شکست خورده، دولت عملا تعطیل شده و تنها دستاوردش یعنی برجام و سیاست خارجی هم شکست خورده و دیگر از این دولت بخاری برای تغییر جدی در وضعیت مردم و تغییر معنیداری در سیاست به نفع دموکراسی بر نخواهد خواست.